به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. به مناسبت تذکر اخلاقی روز چهارشنبه، یکی از کلمات قصار علی علیه السلام مطرح می شود. اون کلمه این است: اقلو عملون مع تقوا و کیف یقل و کیف یقل ما یتقبل و کیف یقل ما یتقبل. بس در کمی و زیادی اعمال، چه عملی زیاد است و چه عملی کم است. امام مطابق این حدیث می فرماید اگر تقوا باشه عمل کم نیست. یه جو عمل توأم با تقوا یک عالم عمل، یه قطره از اعمال صالحه توأم با تقوا یک اقیانوس. دلیلی هم ذکر میکنن که دلیل میخوره به آیه قرآن و کیفه یقل ما یتقبل، چیزی رو که خدا میپذیرد و قبول میکند و به درگاه او مقبول است این کم نیست. اشاره به انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین میپذیره، عملم با تقوا پذیرش شده است در دستگاه خدا و عملی که خدا پذیرایش شده است کم نیست. این حدیث شبیه بعضی احادیث دیگر و بعضی آیات قرآن، یکی از اصول اساسی بینش اسلامی رو در مسائل عملی مشخص می‌کند. و آن این است: در بینش اسلامی به کیفیت عمل اهمیت داده می‌شود نه به کمیت عمل. چه بسیار اعمالی که زیاد اما محتوایی نه، اینها بی ارزش است. اما گاهی یک عمل کم یک دنیا ارزش. حتما اون حدیث معروف شنیده ای که شخصی در محضر امام بود، در ایام حج نگاه کرد به انبوه حاجیان، از کرد گفت رسول الله ما شالله با این همه حاجی، ما اکثر حجی. امام فرمود بله ما اکثر حجی و اقل، ما اکثر وجی و اقل حجی. فرمود داد و قوقا زیاده، حاجی کمی، سجید زیاده، لبیک لبیکشون و آسمان میره اما قلبشون به دیگری لبیک میگیرن نه به خدا. ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. و یا این تعبیر رو شنیده ای که در احادیث مختلفی نقل میشود که فلان کس از این سؤال کردن چی باعث نجاتشون در پیشگاه خدا، گفت فلان عمل کوچک رو که انجام دادم، انانی
به دست بچه یهودی دادم و در آغوش یهودی بود و دیدم عاشقانه به این میوه نگاه میکند و من عواطف انسانیم تحریک شد و این انار دادم بود، این باعث نجات من شد. یا در خودم جا خودم کار ظاهراً کار کوچکی بوده، اما در مقابل اعمالی که این انجام داده بوده خیلی کوچک، اما باعث نجاتش شد. بزرگانی بودن اعمال مهمی انجام دادن، خدمات بزرگی انجام دادن، اما گاهی بعضی ها در مکاشفاتی با اینها تماس پیدا کردند و بله میگن مایه نجات ما فلان کار کوچک شد. چرا؟ به خاطر خلوصش. انسان در کارهای کوچک اخلاصش بیشتر از کارهای بزرگ. کارهای بزرگ بیمریا، خودنمایی، عجب، خودبینی در آن هست. کارهای کوچک نه عجبی درش است و نه خودبینی و نه ریایی و گاهی هم خالصانه و مخلصانه انجام انسان میده، همین کار کوچک درآمدش از همین اونو میشه. مهم این است که عمل توامه با تقوا باشه. از قلب متقی برخیزد، در حالی از تقوا باشه، توأم با خلوص نیت کامل باشه، مصداق من اخلص لله تعالی بوده باشد. مهمه. اگر این باشه یه الله اکبرش هم خیلیه. دلیلش هم علی علیه السلام در این حدیث مطابق این حدیث فرمود چیزی که خدا با اون عظمت بپذیره کمه. خدای با اون عظمت آن را قبول کرده، لابد یه چیز مهمیه که قبول کرده. سلام. بنابراین برادرها باید کوشش کرد این اعمال توأم با تقوا باشه. درس معتقوا، عبادت معتقوا، جهاد معتقوا، فعالیت های سیاسی معتقوا، فعالیت های اجتماعی معتقوا، جبل رفتن معتقوا. نباشه محصولش همون می شود که امام در فرمان هشتگانش اشاره کرد. پناه بر خدا میاد در خط انقلاب میبینی یه چیز عوضی توش دارد، چون لیسا فیه تقوا. هوا و هوس دل بزن ببند بگی فلا، بعدن هم به گوش امام میرسه. البته ما نمیگیم اینا عددشون زیاد این قبیل اشخاص، ولی خب همون کمش هم بده، این قبیل اشخاص کمش هم بده. وقتی تقوا نشد، هوای نفس آمد، همون مسیر کار انقلابیش رو هم از دست میده. همون توی جبه هم دلش با خدا نیست. مهم این از همه کارها با تقوا باشی، با برای خدا باشی. انسان حفظ کنه عملش از ریا، از هوا، از اوج، از خود برتربینی ناشی از آن، از آلودگی های دیگر. مهم اینه. و چه درس بزرگی علی علیه السلام در این حدیث داده که انسان دیگه دلیل دندان شکن حسابی درش میبیند که هیچ بر برگرد نداره. میگه یه الله اکبر با تقوا این خیلی مهمه. چرا؟ چون قبول میشه، چون این نمای تقبل الله من المتقین. خدای به این بزرگی این عمل قبول کرده، ولی اونش عمل بزرگه. خدای عمل کوچکی که نمیپذیره. لا یقل عمل مع تقوا و کیف یقل ما یتقبل. کاریم که انشاءالله به ما توفیق بده اعمالی که به جا میاریم اینها قرین تقوا بشه. حالا تقوا و صفات متقین و این بحث ها که خب هر کدامش دامنه گسترده ای دارد،
ولی اجمالاً بتوانیم اعمال اون با تقوا قرین کنیم تا عمل کوچک بزرگ بشه. برگردیم به بحث شرع تجرید. ال مسئله و سالسه تا اینجا رسیدیم بله؟ فی انه تعالی حیو قال و کل قادر عالم حی بالضرورة. یکی از صفات خدا حیات است. بحث در صفات خدا بود. یکی از صفات او حیات. خداوند در آیات قرآن توصیف به حیات شده. کجا مثلا؟ الله لا اله الا هو الحی. توکلت على الحي الذي لا يموت هو الحي الذي لا يموت هو حي قبل كل حي. تعبیر به حی در قرآن روایات دعاها در باره خدا فراوانه. بس در این است که ببینیم حقیقت حیات چیست و به چه دلیل خداوند حی. مسلماً حیاتی که برای خدا ما قائلیم حیات نباتی که نیست. حیات نباتی نشانش چیه؟ بله؟ نشانش سه چیز هست. یکی رشد و نمو، دیگری تولید مثل، دیگری تغذیه. تغذیه، تولید مثل، رشد و نمو، این نشانه حیات نباتی. خدا حیات نباتی داره، تغذیه میکنه، تولید مثل میکنه، رشد و نمو داره. این که نیست. حیات حیوانی نشانش چیه؟ بله؟ غیر از اون سه تا دو تای دیگه هم هست، حس و حرکت. این بسا حرکت نداره اما احساس داره. این پنج تا که هم دست به دست هم داد میشه حیات حیوانی. اون سه تا حیات نباتی. خب خدا حیات حیوانی داره، یعنی حس و حرکت داره، اونم که نیست. حیات انسانی یعنی چه؟ مرحله است بالاتر از اینها. معنیش اون ادراکات عقلیه و اون اعتقادات قلبیه است. مجموعه اعتقادات و مجموعه اخلاقیات و اونها نشانه حیات انسانی. خب اینم که در باره خدا معنی نداره که ادراکات کلیه و اعتقادات قلبیه و مسائل اعتقادیه و امثال اینها، اینم که در خدا معنی نداره. پس خداوند حی است. حیات خدا یعنی چه؟ هو الحی الذی لا یموت. رشد داره، نمو داره، تغذیه میکنه، حرکت داره، حس داره، ادراکات قلبیه و اعتقادات قلبیه داره. اینا که نیست. پس خداوند حی است یعنی چه؟ در اینجا سه تا تفسیر در این کتاب براتون ذکر شده. بشوردی. تفسیر اول این است که حیات بازگشت به صفت سلبی میکنه. صفت سلبی معنیش این است لا یستحیل ان یقدر و یعلم. محال نیست که بداند و توانا و قادر باشد. حیات این حیات لا یستحیل ان یقدر و یعلم. پس ما بردمش به صفت سلبی. لا یستحیل محال نیست ان یقدره که قادر باشد و یعلم که عالم باشد. این چیزیست که از بعضی از علمای کلام نقل کردن.
بعضی دیگه بودن توی صفت ثبوتیه شبیه همین، منتها صفت سلبی رو ثبوتیش کردن. گفتن من کان علا صفتن، من کان علا صفتن لعجلها یسه و انگهلم، من کان علا صفتن لعجلها یسه و انگهلم و یقدر. این هم یه من. پس اولی همون علم قدرت رو به صورت یه صفت سلبی آمده و مطرح کرده بود، این همون علم قدرت رو به صورت یه صفت وجودی ثبوتی آمده. سومین تفسیر چیزیست که خود مرحوم علامه در اینجا بیان می‌فرماید به عنوان تحقیق. میگه اگر ما قائل شدیم صفات خدا زائد بر ذات چه که انشاءالله قائل نمیشه به چنین چیزی، اگر قائل شدی بگیم اینم صفتون ثبوتیتون زائدتون علا ذاته، صفتون ثبوتیتون زائدتون علا ذاته. اما چی چیه بازم معلوم نیست، صفتون ثبوتیتون زائدتون. اگر ما قائل شدی و اما اگر هم گفتیم نه صفات خدا این ذاتشه، ما حیات رو یه صفت سلبی میدونیم، همون مذهب اول یه صفت سلبی میدونیم، همون مذهب اول که لا یستحیل ان یعلم او یقدر. خب تا به اینجا سه مذهب در تفسیر حی بودن خدا داشتیم. تفسیر اول برده بود توی جمله توی صفت سلبیه، تفسیر دوم یه صفت ثبوتیه، تفسیر سوم هم تفسیر قائل بشیم اگر زائد بر ذات بدانیم صفت ثبوتیت، اگر زائد بر ذات ندانیم صفت خدا را صفت سلبیه. حالا میگه باید ببینیم حالا اینا چه اینطوریش کردن، این آقایون چرا اصلا حیات اینطور پیش خم بهش دادن. به قول ایشون پرمون اول یا دومی چیه؟ اینا ظاهرن گرفتار یه مطلب شد. اینا اساس و ریشه رو توجه کنید، به دست بیارید، بقیهش درست. اینا گرفتار یه مشکل شد و اون مشکل این است که دیدن خدا توصیف به حی میشه در قرآن و روایات و همه این هم سلم توصیب به حی میشه. از طرفی هم تو صفات خدا گشتن دیدن حیات قابل تصور نیست در باره خدا، حیات حیوانی که معنی نداره، حیات انسانی که معنی نداره، حیات نباتی که معنی نداره، از چیه؟ ناچار شدن دست بزنن به دامن علم و قدرت، بگن موجود زنده آن است که آدم و قادر. خب اگر بگن موجود زنده آن است که آدم و قادره، الحیات مجموع اطول علم و القدره، حیات مجموع علم و قدرته، این که صفت تازه نشد، این که نشد پس بیام یک کارش کنیم صفت تازه بشه، میبریمش تو سلبی، میگیم اون صفت لا یستحیل ان یعلم او یقدر تا یه صفت تازهی برای خدا بشه و جدای از علم و قدرت، غیر از اون و ما یعلم میگیره میشه صفتون سلبیه لا یستحیل ان یقدر و یعلم، پس مایه میگیره از علم و قدرت اما صفت صفت سلبی است. درسته؟ بعضی هم گفتن نه آقا ما صفت ثبوتی میدانیم، چی؟ اون حالتی که لعجله ها یسه ها انی عدم ها بگنده، خود این حالت چی گنگی؟
این برمیگرده به یه صفت وجودیه، اون برمیگرده به یه صفت سلبیه. ریشه همش هم این است، دیدن یه حیات یه چیزی تو صفات خدا نمیشه غیر از علم قدرت پیدا کرد که اسمش بذاریم حیات. خدا زنده است یعنی چه؟ نفس میکشه. بله عالم و قادره، خود که همون علم و قدرت شو، این چیز تازه نشو. پس چیه؟ یا برگردونه به صفت سلبیه یا یه سبوتیه گنگ. صفتون لعجله ها یعلم و یقدر. خب حالا این دو مذهب تا برسیم سومی، چون سومی مخلوط اولی دومیه، تفسیر اولی دومیه. آیا این سه این دو مذهب میتونه ما رو اشباع کنه؟ زنده بودن خدا رو صفت سلبی بکنه. زنده است یعنی مرده نیست، زنده است یعنی محال نیست بداند. خیلی بعید به نظر نیست مذهب اولی که صفت سلبی باشه، خیلی بعیده. زیرا ما وقتی گفتیم ایشان الله هو الحی، الله لا اله الا هو الحی القیوم، ما از هر صفت سلبی حضرت عباسی نمیفهمیم، یه صفت وجودی میمهمیم در خدا. بنابراین صفت سلبیش دانستن حرف بعید است، خلاف مرتکز اذهان همه قائلین به وجود خدا است. دومی هم که میگفت صفتون ثبوتیتون لعجله ها یسهان یعلم و یقده، این هم نقل کلام میشه که این صفت چیه؟ صفت ثبوتیت که سرچشمه علم قدرته چیه؟ چیه سرچشمه علم قدرته؟ خب این هم که تیره به تاریکیست، این هم که منوش. مذهب سوم هم که میگوید این قول ناقه اینکه صفات خدا ظاهره و ذات خدا صفتون ثبوتیت، این قول ناقه صفات خدا این ذات خدا صفتون سلبیه، در یه صورت قول اول انتخاب کرده، در یه صورت قول دوم. اون قول سوم تفسیر قائل شده، در یک حالت قول اول رو پذیرفته، در یک حالت قول دوم رو پذیرفته. خب قول اول دوم که هر دو ضعف داشت، حالی از ضعفی نبود، قول سوم هم متحقه اونها میشه. پس این سه تا تفسیر برای اثبات حیات در خدا قلب ما رو سیراب نکرد. و چه کارش کنیم آنها؟ در این یه مذهب چهارمی که بسیاری از محققین شاید پذیرای همین شدن، باید این از حیات خدا همون مجموعه علم و قدرتش، دانایش به تنهایی و سما علم، قدرتش هم تواناییش هم به تنهایی و سما قدرت، دوتا رو که رو هم بریزیم میشود حیات. نه این که صفتون سلبیتون ثبوتیتون منشأ اینا باشه، خود اینا. خدا حیه است یعنی هم عالم هم قادر، پوسکنده. این قابل تشخیص و درک هست یا نه؟ خیلی راحت دید خدا حی یعنی هم میداند و هم نمیتواند، مرده نمیداند و نمیتواند، زنده میداند میتواند. قبول؟ پس اگر ما این سه قولی که در اینجا هست مرحوم علامه ذکر کرده اشکال کنیم، کمان که اشکالم دار، بهترین از یه قول چهارمی از خارج بپذیریم. و هم این از که بگیم نه آقا، شما با شهامت بگید صفت حیات در خدا همون مجموعه علم و قدرت بود، میگه آقا صفت تازهی نیست، نه مجموعه اون دوتا، دوتایی که با هم نظر میکنی اسم میداری حیات. چه مانه این بهتر از این است که ما ببینیم صفت سلبیش کنیم،
یا ببریم صفت سبوتی زائد و ذات و خودمون بنوزیم تو دست اندازهای خراب، بهتر نیست؟ بهتره. خب حالا یه سوال ازتون میکنم، این سوالو فوراً جواب بدید. و آن این است که اگر حیات ما این چنین تفسیر کردیم یا طبق تفسیرهای گذشته اون چنان گفتیم، دلیل برای اینکه خداوند حیون دلیلش چیه؟ همون دلیلی که بر قدرت علم داشتیم، همون دلیل بر حیات خدا میشه، درسته؟ پس دلیلش مشکل نیست، حقیقت حیات و فهمیدن تفسیرش خودی مشکل است. معلوم شد؟ فد دلیل علا انه حیات و دلیل علا انه عالمون و قادرون. بسیار، عبارت من میخونم تا بریم سراغ بحث اراده. بسم الله الرحمن الرحیم. المثل الثالث فی انه تعالی حی قادر و کل قادرین عالمین حیون بسر. عبارت خاجه خوب عبارتیه، هر قادر و عالمی هر یه است به ضرورت، چون حیات مجموعه علم و قدرته، چیزی غیر از این نیست. شاید خواجه هم همین قول چهارمی که ما گفتیم میخواسته بگه، عبارت فشرده است. در مولا فرمونده که حیون فرمونده، چرا قادرون نبوده؟ قادرون به تنهایی حی نیست، عالمون هم به تنهایی حی نیست. قادرون حی هم رو لازمه؟ نه نخه، این ماشین های برق اتمی قدرتش خیلی زیاده، حیات داره؟ بله؟ نه، قدرت دلیل بر حیات نیست. خیلی از علل و معلول مادی هستن، حیات ندارن، قدرت هم دارن. یه بمب اتمی خیلی قدرت داره اما حیات. بعد اگر این بمب اتمی قدرت داشت، علم هم داشت، موجود زنده. علم به تنهایی کافی نیست، قدرت به تنهایی هم کافی نیست. هر دو با هم زمین شد می شود. بعد علم رو بدون حیات هستن چه جمعه بودیم که سال رو بودن دست باش هر باشه در حالت که زنده هم هست داره قدرت ندارم اگه بخوام تشکیل کنیم. بعد اون حیات انسانی باز بر نفس میکشه نمیکشه؟ اون مال نفس میکشه یا نه اون انسان؟ خب اون حیات انسانی هم نفس کشیدن، حالی انسانی فکر کنه که نفس نمیکشه. در خدا معنی حیاتی نه، نه در انسان. عرض کردم ما چهار نوع حیات داریم: حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات انسانی، حیات الهی. بله خب این مثالی که میزنید این غیر از بحث ماست. اگر دوتایی با هم زمین میشون در باره خدا و حیات الهی، خود علمم به تنهایی من بستنم خود علمم به تنهایی برمیگرد. و وقت الله تعالی وقت میگیم حیان، هیچ کس از الله تعالی حیان به معنی انه عالم مترادف با علم باشه، عالم حیان مترادف باشه، هیچ کس مترادف از این به ذهنش تبادر نمیشه. نمیخوام نمیشه این فقط با دلیل اینکه خدا عالمه میتونه همون رو فقط دلیل بر حیان. معنیش از خدا میدانه میتوانه.
خب دقت کنید، اقول اتفق الناس علی انه تعالی حیان، همه کسانی که به خدا معتقدن معتقدن خدا زنده است نمرده. و اختلاف او فی تفسیر این در تفسیرش اختلاف کردن. فقال قوم، این قول چندومه؟ اول، انه عبارتون انکونی تعالی لا یستحیل ان یقدر و یعلم، اینو صفت سلبیش کرده، عبارت است از کونهی خداوند تعالی لا یستحیل و معالی ان یقدر بدانه قادر باشه و یعلم و بدانه، این صفت سلبیه شد. و قال آخرون قول چندوم دوم، انهو من کان علا صفته، انهو زمیر چی برمیگرده؟ انهو یعنی حیات، حی بودن، این است کسی که بر صفتی بوده باشد که لعجله ها به خاطر این صفت بله بعدش چیه؟ یسهو ان یعلم و یقدر، این رو به صورت یه صفت ثبوتیه در آورد، انهو حی بودن، این است که کسی در صفتی بوده باشد که به خاطر اون صفت صحیح باشد که بداند و قادر باشد. و تحقیق این قول سوم، این صفاتی تعالی صفات خداوند تعالی تبارک و تعالی، این قلنا به زیادتها ها علا ذاتی، اگر بگیم اونا زایده بر ذات خدا، فل حیات و صفت اون ثبوتیه، حیات صفت ثبوتیه از زایده بر ذات. حالا شما هم جایی سوال کنید، خب ایها الاندامه از مرحوم اندامه سوال کنید، اگر ما قائل شدیم صفات خدا زایده بر ذات اوست، حیات صفتی زایده بر ذات خدا، من بسیار خوب چی هست؟ ما دنبال تفسیر حیات میگم، حیات در خدا یعنی چی؟ تفسیرش کنید، میگه تفسیر نشون صفتون، سرودیتون، زایدتون علا ذاته، اما چی هست حقیقتی؟ هیچ. و الا، الا یعنی چه؟ اگر قائل نشدیم به این که صفات خدا زائده بر ذاته، فالمرجع به ها، مرجع به حیات، یا برمیگرده به صفت سلبیه، همون چیزی که بالا گفت، لا یستحیل و ان یعلم و یقدر، برمیگرده اون حی انهو علی حی، اون زمیر انهو به حی برگشت، انها به حیا، یکی حیه یکی حیات، یکی مذکره که من با هو الحق یعنی کدامش حقه؟ این قول سوم که تفسیر از حق است، ولی ما گفتیم هر سه قول به عقیده قاسمان ناحق است، و حق قول چهارم است که حیات خداوند مجموعه علم و قدرت اوست. خب حالا اینا همه دعوا تو تفسیر حیات بود، دلیل بر اینکه خدا حی است چی؟ دلیل میگن وقت بیان نه انه تعالی عالم القادر، ما بگیم خدا عالم قادر، خب خود این دلیل میشود بر حی بودنش، چه قول اول بگیم، چه دوم بگیم، چه سوم بگیم، چه چهارم بگیم، هرچی بگیم بالاخره از حی و حیات از علم و قدرت سرچشمه میده. بنابراین وقتی ثابت کردیم خدا عالم و قادر است، ثابت کردیم که چی؟ خدا حی است. و قد بینا انه تعالی عالم و قادر فیکون به ضروره حیم، لأن ثبوت صفت، ثابت شدن صفتی برای خداوند، فرق و عدم استحالت ها، فرق محال نبودن آن است، چیزی که داره لابد محال نبوده که داره. پس کلمه لا یستحیل رو که بالا داشتیم، اون لا یستحیل رو چطور میشه؟ درست از آب در بیاد، لا یستحیل رو انگه در
لا یستین ان یعلم درست شد. المسئله تو رابعه دقت بکن در مسئله چهارم. بله بحث در اراده خداست که اون از بحث های خلاصه مرکز قواست. باز در اینجا همه مسلمان ها قائلن به اینکه خداوند دارای اراده است. در قرآن زیاد، قرآن مجید هم زیاد کلمه اراده به خداوند گفته شده، در دعاها هم کلمه مرید به خداوند گفته شده. اذا اراد الله شیئا فانه یقول له کن فیکون، این در قرآن. فاراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما، تو داستان چی؟ داستان خضر و موسی. اراد ربک، خیلی جاها اراده به خدا نسبت داده شده، خدا مریده، خدا اراده داره، این مسلم. اما باز سخن در این میاد که اراده خدا یعنی چرا دعوا در تفسیر حقیقت ارادت الله؟ چرا؟ میدونی چرا؟ برای اینکه اراده که در ما هست در خدا نمیشه. اراده ما تصمیم گیری و عقد قلب و در ذهن و فکرمون مسائل میاریم، یه تصمیم ذهنی و بلا مصاد میگیریم. خدا که نه ذهنی دارد نه قلبی دارد نه تصمیم گیری به این معنا در باره اون محدوده. پس خدا اراده داره یعنی چه؟ یعنی چه خدا اراده داره؟ لذا در تفسیر اراده مثل تفسیر حیات علمای کلام این طرف اون طرف رفتن. در اینجا چند تا تفسیر هست من میشمارم. اولین تفسیر این است که اراده رو به معنی دایی، دایی رو به معنی علم. خداوند اراده داره به اینکه این عالم رو اراده کرده خلق کنه، یعنی دایی بر خلق این عالم. دایی خداوند چی؟ علمش. پس اراده خدا علم به مسالم و مقاصد. خدا میدانسته مصلحت دارد که امروز بنده زنده باشم مثلا، یا مصلحت دارد که این آسمان و زمین امروز باشه. همون اراده خدا، علم خدا. و از اراد الله شیئا انما یقول له کن فیکون، همین که عالم به این مصلحت بود ایجاد میشه. ارادته و علمه و المصالح و المحاصه، این یه تفسیر. تفسیر دوم این است که باز چون ندیدن حقیقت رای افسانه زدن، بگیم صفتان سلبی و خداوند مریده. این صفت سلبیه، یعنی خدا مغلوب نیست، مکره نیست، کسی رو مغلوب نکرده، کسی رو مکره نکرده. برگردونیم به صفت سلبی، این هم معنی دوم، تفسیر دومی کردم. تفسیر سومی که کردم گفتن خداوند مرید است، معنیش این است عالمون به افعال نفسهی، آمرون به افعال غیرهی. تفسیر سوم دقت کنید، خدا مرینده یعنی عالم به افعال خودشه و آمر به دیگران، امر کرده به دیگران. اینجا این تفسیر یه چیزی را قاطی کرد، اراده تشریعی را آورده کنار اراده تکلیفی. و بحثمون در اراده تکلیفیه، اراده تشریعی که آمرون به افعال غیرهی، این امر شرعی است که در کتاب و سنت وارد شده، این که شده اراده تشریعیه.
بحث تکالیفه، ما کار به این نداریم فعلا، ما کار به اراده تکلیفی داریم، اراده تکوینی داریم. ولی خب این آقا این مفسر سوم آمده باطل کرده از اراده تکوینی و تشریعی، گفته حقیقت اراده خدا آدمون به افعال نفسی و آمرون به افعال غیری امر نه. و اما چهارمی تفسیر و آخرین تفسیری که گفتم این است که گفتن که اراده صفتی زائد بر عشق، صفتون زائدتون علق عشق، صفتی اضافه بر عشق. چی چیه؟ نمیدونه، گنگ، موهم، کاری نشد. وقتی تو این پیچ و خمهای صفات خدا، صفات خدا پیچ و خمدارترین مباحث علم کلام، به همان اندازه که ذات خدا روشن، صفاتش خفیه، یعنی کن صفاتش. ولذا باید خیلی دقت کرد، ما باید از تشبیه و مقایسه با خویشتن بیرون برویم تا بتوانیم به حقیقت صفات خدا برسیم. اینا هم چون به حقیقت نرسیدن این در اون در میدن. از میان این چهار مذهب همون مذهب اول، مذهب محققین که اراده خدا علمه به مساله من مخصه، مذهب محققین و بزرگان و مختار ما همون قول اول است، تفسیر اول است. ما چیز دیگری خیلی از این نداریم. بنابراین اراده خدا هم یه شعبه ای از علم خدا شد. خب حالا دلیل بر این که خداوند دارای این اراده است چیه؟ دلیلش چیه؟ میگن دلیل بر این که خداوند دارای اراده است عبارت از اینه، دقت کنید این بحث ناقص نمانه. خداوند دارای اراده است دو چیزه، این است که بعضی چیزا موجود شده و بعضی چیزا نشد. خب فرزند گیر زید آمد، فرزند گیر عمر نل، زلزله در فلان بلد شد، در فلان جا نشد، اونش اراده داره، اونو خواسته اون نخواست. دلیل دیگر این است یه حادثه امروز میشه فردا نمیشه. بله این هر کم باشه طبقه صحیح طبیعی تفسیر میکنه. بالاخره طبیعت هم فعل الله، طبیعت برای اونهایی که اصالت بهش قائلن طبیعت هست، برای ما طبیعت و فعل الله و عبادت الله. بله اون را دیگه ما نمیتونیم یه طبیعتی شده یه طبیعتی نشده. میدونم اگر ما قائل به اثبات وجود خدا باشیم این طبیعت همه فرمان اوست، اگه نباشیم که این بحث ها معنا نداره. اگر اصالت و طبیعه باشیم که این بحث ها معنا نداره، اما اگه قابل به وجود خدا باشیم در این عالم ذره ای بدون فرمان او نیست. پس اگر امروز خورشید میگیرد و دیروز نگرفت این اراده اوست، اگر اینجا زمین لرزه میشود و اونجا نمیشود اراده اوست. خود تخصیص بعض الحوادث به وقت دون وقت دلیل بر اراده خداونده. فجب هم حالا این عبارت رو بخونم، دقت روی عبارت بکنین، مسئله کاملا روشن میشه. هر مسئله تو رابعه فی انهو تعالی مریدون، خداوند تبارک و تعالی مرید اراده داره و تخصیص و بعض ممکنات به ایجاد عبارت خاجه، تخصیص بعضی از ممکنات حوادث به ایجاد فی وقت امروز ایجاد شده دیروز نشده، این یکی موجود شد اون یکی موجود نشد، این یدود و علا ارادتی تعالی معلوم میشه خداوند اراده ای دارد و الله همه چیز از روز ازل تا ابد تغییر ناپذیر. این که دگرگونی ها این پیدا میشه، تغییرات پیدا میشه، همه دلیل بر اراده. اقول و اتفق المسلمون علا انهو تعالی مریدون، مسلمون متفقن به اینکه خدا مریده. چرا مسلمون متفقن؟ چرا شاید تو من یا نه؟
در آیات قرآن روایات حدیث عدیه همش وارد شده، لکنهم اختلفوا فی معنا. عبارت شما میدید چی؟ ابوالحسین یا ابوالحسن؟ حسین. ظاهرا غلط باشه، این ابوالحسن بصری است که اینجا ابوالحسین نوشتن، چون در کتب دیگر این مذهب از ابوالحسن بصری نقل شده. به نظر میرسه ابوالحسین غلط، ابوالحسن بصری بود. ابوالحسن بصری که از متکلمین است، جعله نفس الدار، جعله زمینش به چی برمیگرده؟ جعله مرید بودن خدا، اراده خداونده، او ارادم تا تندیس داره، اما زمین مذکر برگرده. گفتن الان رو فت تذکیر و تحنیس سهلتون و سهلتون. بله، نفس داری، جعله نفس داری، قرار داده این اراده خدا و نفس داری. داری چیه؟ حالا معنی انه علمه تعالی، بر این معنی که علم خداوند به ما فلفل، به چیزی که در فعل است، من المصلحه، اون مصلحتی که در فعله، از داییت علل ایجاد که داییه به ایجاد میشه که این شیء رو ایجاد کنه، هو المخصص، اون سبب شده که این امروز پیدا بشه. مخصص یعنی تخصیص زده این حادثه رو به امروز، مصلحت امروز بوده سبب تخصیص به امروز شد. راجع داری؟ هوال مخصص و اراده، اراده خداوند همین، مخصص به امروز نه فردا همین. و قال النجار، مذهب دومه، یکی دیگه از متکلمین، نهو سلبیان، نتوانست تفسیرش کنه، برده تو سلبی. و هوا کنو تعالی غیر مغلوب، خدا مغلوب نیست، ولا مستکره، خدا رو کسی اکراه نمیتونه بکنه. و عن الکعبی، کعبی که یکی دیگه از متکلمین است، مذهب چندومه؟ مذهب سومی را ابداع کرده، انه راجعون الى انه عالمون بعد نفسه و عالمون بعد غیره. انه زمینش چی برمیگرده؟ یعنی این اراده، این اراده رجوع میکنه به این که انه خدا عالم است به افعال نفسش خودش و عامل است به افعال غیره. اعمال خودشو میدونه، اعمال دیگران هم امر کرده. گفتیم این خرابش کجاست؟ اراده تکمینی و تشریعی رو با هم قاطی کرده. بحث ما از اراده تکمینی است، نه از اراده تشریعی. و زهبت الاشعریه و الحنابله، اشاعره و حنبلی ها و جبائیان، البته جبائی سهیشه، جبائی گاهی گفته می شود، بی جبائی است. اینا دو نفرن که اسمشون زیاد میاد، ابو هاشم جبائی و ابو علی جبائی. این دوتا بله از اهل جبا بودن. جبا کجاست؟ جبا از اطراف بصره، قریه ایست اطراف بصره نزدیک خوزستان، نام گفتن جبایی. اینا از دانشمندان قرن دوم هجری بودن، معاصر ائمه علیه السلام بودن، قبل از 300 میزیستن، 300 خورده وفات هر دوشون شاد باشه، و در بغداد مدفونن، ابو علی جبائی و ابو هاشم جبائی، هر صورت از اون قدما هست. و ذهبت الاشعریه و الحنامله و الجبائیانی که پدره که پسر الا انه صفتون زائدتون علال علم، که این صفتی زائده بر علم. خب چیه؟ گون هست این سه تا آخری همش خبر. اما این مذهب جبائیان و فلان و اینها که آخر گفتیم صفتون زائدتون علال علم، اراده صفت زائد بر علم، سوال میکنیم چیه؟ جواب ندارن بدن، میمانه. و اما قبلش که میگفت قاطی کرده بود اراده تشریعی و تکمیلی، اونم که معلومه. قبل از اونم که صفت سلبی کرده بود، اونم که خراب بود، صفت ثبوتی است اراده، اینو برگردوندن به صفت.
حکمت سلبی غلطه. بنابراین قول حق این قول اول است. ما اندامه تحلیل رو اینا نکرده کدام حق باطله، ولی قول حق همون قول اول است، قول محقری. حالا مرحوم علامه سؤال اصل مثلا اثبات اصل و دلیل علی ثبوت صفه، این الف لام از صفه چیه؟ الف لام اهل ذهنی، اون صفت، صفت اراده. دلیل برای اثبات این صفت اراده مطلقا برای خداوند مطلقا ان الله تعالی اوجد بعض الممکنات دون بعض، بعضی از ممکنات ایجاد کرده بعضی از ایجاد. ما تساوی نسبت ها الى القدر، با اینکه همه ممکنات تساوی دارن، نسبت ها همه ممکنات الى القدر، خدا قادر به همه بوده، اما این ایجاد کرد اون ایجاد بود، این حادثه حاصل شد اون نشد، فلا بودم مخصصه، باید یه مخصصی باشه که این امروز شده نشده اون نشده. غیر القدرت، باید یه مخصص غیر از قدرت باشه. البته شعن و حد ایجاد باید معنی مخصصی غیر از قدرت بوده باشد، اون قدرتی که این صفت دارد که شعن قدرت ایجاد است، با تساوی نسبت قدرت الالجمی، مع تساوی نسبت آئل الالجمی. اگر قدرت بگید مخصص قدرت نسبت به همه یکسانه، هم خدا میتوانست این زلزله رو این تساوی قدرت دارد، هم بچه به زید بده هم به ام تساوی قدرت داشت، و غیر علم باید غیر از علمم باشه، اتابع للمعلوم، علمی که تابع معلوم است، علمی که تابع معلوم است نمیتواند علت معلوم باشه، ایجاد کننده او باشه، اراده ایجاد کننده است، علم تابع معلوم نمیتوانه. خب و ازاده کن مخصص، پس نتیجه میگیریم این نتیجه است، اون چیزی که مخصص شد امروز ایجاد شد دیروز نشد، اون اراده یه دلیل، دلیل دوم هم شبیه همین، و ایزن بعض اون ممکنات مخصصون به ایجاد فی وقت دون ما قبله و بعده، بعض ممکنات مثال میزنم به زلزله به خسوف خسوف مخصص است به ایجاد، تخصیص خورده به ایجاد فی وقت دون ما قبل و ما و بعد، دیروز کسوف شد امروز نشد فردا، نه قبل بود نه بعد، دیروز نه پیروز بود نه امروز. خب خود این مرد تساوی با اینکه در برابر قدرت خداوند تساوی داره، فلا بدم این مرجع غیر قدرت و علم، باید مرجعی باشد غیر از قدرت و علم، چیه؟ العلم و بالمصادر و المفاصل، اون دائم رجا فرمید. این دو بحث با دقت ببینید تا دنبالشو در جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.